نگران آیندتی، دلشوره داری تو هر حالتی، نمیدونی چی خوبه چی بد، نمیدونی چی کار باید کرد. مسیرت از سنگ پر میشه، دلت یه وقتایی دل خور میشه از اینون، اما بدون که هرچی که باید اتفاق بیفته میفته یه روزی. نگران نباش، چون هرچی که باید اتفاق بیفته میفته یه روزی. نگران نباش، به خطای مستقیم مسیرت خیره شو و هیچ وقت اسیر پشت سر نشو. تو خاطره نرو، مثل باد از کنار آدم آرد شو. بذار پشت سرت بگن به همین دیوونه رو، بگن این دیوونه رو. فقط تو خلوت بگو با خودت همش، بگو بگو هر سقوط یعنی شروع پروازم. تموم دنیا اگه دست به دست هم بدن، سر راه توی صد بشن بازم. هرچی که باید اتفاق بیفته میفته یه روزی. نگران نباش، چون هرچی که باید اتفاق میفته میفته یه روزی. نگران نباش. شما بخیر. شما هم بخیر باشه. الحمدلله خدا رو شکر. سلام عرض می‌کنم بچه‌ها، سلامت باشین. سلام بچه‌ها، روزتون بخیر. امیدوارم که حالتون عالی باشه. امروز با دومین جلسه از کلاس هندسه و گسسته در خدمتتون هستیم که طبق قرارمون امروز قراره گسسته رو شروع کنیم. گسسته داریم امروز. بله. چه نظریه اعداد؟ نظریه اعداد فصل 1. کنید یه توضیح راجع به گسسته بدید. چند تست کنید؟ کل سهم هندسه و گسسته رو هم دیگه تو کنکور 26 تاست. تو این کنکور 50 تایی که در واقع نزدیک به نصفش مال گسسته است، نزدیک به نصفش مال هندسه است. چه مباحثی داریم؟ نکنید گراف دارید گسسته؟ الان اون موقع فصل بندیش باز عوض شده دیگه، الان فصل دومون. نه کلن دارم مباحثو میگم. یه گراف داریم، یه نظریه اعداد داریم، بعد دیگه حالا یه سری قانون‌های ازشون اومدن. حالا ما تو آمار رو یک کمی شاید تنوع فصلیش نسبت به هندسه تنوع فصلی کمتریه. تو هندسه یک کمی تنوع فصلی بیشتری داریم. به هر حال 3 تا کتاب بود، اینجا 2 تا کتاب یک کمی متفاوت. آمار احتمال و گسسته. شروع کنیم. حالا ما اگه اجازه بدین، به خاطر اینکه بچه‌ها، حالا من داشتم راجع به در واقع گسسته نگاه می‌کردم، این نظریه اعدادشون و گرافشون، فصلای نظریه اعداد فصل نیمه جدیدی محسوب میشه. یه سری چیزایی که قبلا خوندن، حتی ما بعضی موقع تو نظریه اعداد تا دبستان عقب میریم، یعنی یه مفاهیمی رو اشاره می‌کنیم که بچه‌ها تو دبستان دیدن. آره دبستانشون، حالا فکر می‌کنم دوره راهنمایی و دبستانشون اینا رو خوندن. اینا تو نظریه اعدادمونه. بعد میریم سراغ در واقع گراف هم نشتالتون نظریه اعداد. اگه بخوام ادامه بدیم، بله هم نشتیا ادامه میدیم. حالا معادله هم نشتی و عاد کردن، ببینیم که معادله سیال خطی و معادله هم نشتی، و بعد میریم تو فصل گراف که حالا کاملا براشون جدیده، اصلا هیچی. بله همه اینا رو میخونن تو فصل گراف که حالا میگم فصل کاملا جدیدیه براشون، جذابه براشون. چون گراف جذابه، فکر کنم یه کمی شمردنیاش برای بچه‌ها سخت باشه، ولی فصل جذاب و در واقع زدنیه تو کنکور که میتونن از پسش بر بیان. بعد که حالا میریم سراغ احتمالمون که ادامه در واقع احتمالیه که بچه‌ها از من میگم احتمال، بچه‌ها خنده‌شون میگیره که بچه‌ها میگه آقا ما از روزی که احتمال، از روزی که درس خوندن رو شروع کردیم احتمال با ما اومد، یعنی مثلا دبستان شروع شد، 4 و 5 دبستان بودن، احتمال شروع شد، همینجوری راهنمایی دبیرستان، هر سال
یه فصلی یا مرتبط به احتمال یا خود احتمال تو کتابشون بود. شرطی رو میخونن، حالا شرطی رو که پارسال خوندن، امسال قوانین کلیترش رو میخونیم، کمی گسترده تر میشه. قوانین اصلش امور آدم شمول رو پارسال خوندن، تو آمار احتمال خوندن. بریم شروع کنیم. خب بچه ها شروع میکنیم. نظریه اعداد. اول مثال نقض. من میگم مثال نقض رو اگه میخواییم تعریف کنیم، ببین یک کسی میاد یه ادعایی میکنه، یک کسی میاد میگه آقا من فلان کار رو کردم، من فلان ادعا رو دارم، شما یه مثال میاری، من حالا یه اصطلاحی دارم و بچه ها میگم شلنگ رو میگیری رو طرف دیگه، قشنگ قهوهش میکنی که آقا داری خالی میبندی، این اشتباهه، طبق این فکت یه دونه مثال براش میاری، حکمش رو میبری زیر سوال. تو ریاضی هم همینجوریه. نه نه، مثال نقض دلیل برای اثبات نیست بچه‌ها. مثال نقض اسمش روشه، فقط به درد نقض کردن میخوره، فقط به درد رد کردن میخوره. ما کلا با مثال چیزی رو اثبات نمیتونیم بکنیم جناب اردلان، ما فقط میتونیم با مثال رد کنیم. بله فقط میتونیم رد کنیم. خب اوکی بچه‌ها، مثال نقض رو داریم که حالا اینجا توضیح دادیم که آقا مثلا میاد به ما یه حکم میده، میگه حاصل ضرب هر دو عدد فرد متوالی بر 3 یا بر 5 بخش پذیر است. چند تا مثال میزنیم، مثلا عدد فرد متوالی 1 و 3، 3 و 5، 5 و 7، 7 و 9، 9 و 11، درست شد؟ اینایی که داریم در واقع ضربشون میکنیم حالا یا بر 3 یا بر 5 بخش پذیرن. همینطور این مثال زدنمون ادامه میدیم، میرسیم به مثال 11 در 13. 11 در 13 میشه 143، نه به 3 بخش پذیر نه به 5. اوکیه؟ بنابراین این میشه یه مثال نقض براش. من بالا توضیح دادم کامل که آقا مثال نقض فقط به درد رد کردن میخوره، به درد اثبات کردن نمیخوره. ما تو اثبات کردن نمیتونیم هم مثال ثبوت کنیم. اگر شما یه ادعایی رو 100 تا مثال هم براش بیاری نمیتونی درستیشو اثبات بکنی. این از این. خب حالا میگه همین یه مثال برای اینکه نشون بدیم این گزاره نادرسته کافیه. بریم پایین. تست میگه کدام عدد مثال نقضی است برای گزاره به ازای هر عدد فرد بزرگتر از 1 عدد 2 به توان n منهای 1 عددی اول است. درست شد؟ خوب دقت بکنید چی داره میگه. میگه برای هر عدد فرد بزرگتر از 1 که شما اینجا میذاری، این 2 به توان n منهای 1 یه عدد اول در نیاد. دنبال مثال نقضشیم. وقتی میگه مثال نقض، شما این فعله رو باید برعکسش بکنی. ببینید بچه ها وقتی کار به گزینه ها میکشه، ما میخوایم رو گزینه ها چیزی رو چک بکنیم، این در مورد گسسته میگم که خب خیلی کار به گزینه ها کشیده میشه، معمولا تو خیلی از تست ها ما میریم سراغ گزینه ها. هیچ وقت گزینه 1 مثالاتون رو شروع نکنید، چون معمولا گزینه 1 و 2 جواب نیست. میگم معمولا ها، چون طراح میدونه شما میخوای بیا گزینه ها رو چک بکنی. مثلا الان 3 رو نگاه کنید، شما 3 رو میذاری اینجا، 2 به توان 3 منهای 1 میشه 7، پس این عدد اول هست. 5 رو میذاری، 2 به توان 5 میشه 32، منهای 1 میشه 31، اینم عدد اول هست. 7 رو میذاری، 2 به توان 7 میشه 128، منهای 1 میشه 127. حالا چک میکنی که آقا 127 اوله یا نه، درست شد؟ 9 هم میتونی چک بکنی، 2 به توان 9 میشه 512، منهای 1 میشه 511. حالا از بین این دوتا عدد هر کدوم عدد اول نباشن، در واقع اون مثال نقض شما که شما میتونی روش حساب باز بکنی. 127 الان به 2 نمیخوره، به 3 نمیخوره، به 2 نمیخوره چون یکانش زوج نیست، به 3 نمیخوره چون مجموع ارقامش بر 3 بخش پذیر نیست، به 5 نمیخوره چون یکانش 0 و 5 نیست، به 7 نمیخوره. بچا بخش پذیری بر 7 یه قاعده داره، جلوتر میگم، ولی شما یکان رو دو برابر کن از بقیه ارقامش کم کن. الان 7 رو دو برابر کن میشه 14، 14 رو از 12 کم کن میشه میشه 2. بنابراین این همچین عددی به 7 بخش پذیر نیست، کما اینکه شما ضربش هم بکنی میبینی که به 7 بخش پذیر نیست. به 11 هم 11 به توان 2 میشه 121، پس این به 11 هم بخش پذیر نیست، پس 127 هم عدد اول محسوب میشه. اما 511 عدد اول نیست، پس 9 به عنوان مقداری که به جای n نشسته مثال نقض محسوب میشه، چون عدد اول تولید نمیکنه. درست شد؟
بعدی، گزاره به ازای هر عدد طبیعی n رابطه n به توانسته کوچکتر از n فاکتوریل است چند مثال نقض دارد؟ اوکیه؟ ما یه چیزی رو توی در واقع ریاضی داریم به نام رشد. میگیم آقا رشد n فاکتوریل از رشد n به توانسته بیشتره. یعنی چی؟ یعنی وقتی شما شروع میکنی به n عدد دادن، عددهای طبیعی متوالی رو میدی، یه جایی میرسه که وقتی شما عدد طبیعی تو یک واحد تغییر میدی، n فاکتوریل خیلی بیشتر از n به توانسته تغییر میکنه. این معنیش اینه که رشد اون عدد بیشتره، رشد اون عبارت بیشتره. حالا میریم سراغ چک کردنش. آقا از یک چک میکنیم، یک به جای n یک بذارید، n رو میذارم یک. خب یک کوچکتر از یک، این خودش مثال نقضه، چون یک کوچکتر از یک نیست. حالا میذارم دو، دو به توان سه، اینو میذارم دو، دو به توان سه میشه هشت، دو فاکتوریل میشه دو، هشت کوچکتر از دو باز مثال نقضه. میذارم سه، سه به توان سه میشه بیست و هفت، از این طرف سه فاکتوریل میشه شیش، باز مثال نقضه. اینو میذارم چهار، چهار به توان سه میشه شصت و چهار، چهار فاکتوریل میشه بیست و چهار. اینا رو دارم تو عدد طبیعی ضرب میکنم. اینم مثال نقضه. حالا پنج، اینو میذارم پنج، پنج به توان سه میشه صد و بیست و پنج، پنج فاکتوریل میشه صد و بیست. ببین دارم کم کم نزدیک میشم. اوکیه؟ حالا وقتی میرم سراغ بعدی، یعنی اینو میذارم شیش، دیگه شیش به توان سه میشه دویست و شونزده، شیش فاکتوریل میشه هفتصد و بیست. یعنی از اینجا به بعد دیگه این درست شد. پس n مساوی 6 دیگه مثال نقض محسوب نمیشه. پس من 5 تا مثال نقض داشتم. از اینجا بعدم که طبیعیه دیگه، هر چی عدد میره بالاتر اون n فاکتوریال رشد بیشتری داره. بعدی میگه کدام عدد n مثال نقض مناسبی برای این گزاره است؟ بچه ها این یک در واقع گزاره شرطیه. داره میگه اگر این اول باشد n نیز اول باشد. بعد گزاره شرطی چه زمانی، گزاره شرطی چه زمانی درسته، چه زمانی غلطه؟ زمانی غلطه که در واقع این مقدم شما درست شد، مقدم شما درست باشه ولی تالی شما نادرست باشه. پس این باید درست باشه، این باید نادرست باشه. اون گزینه‌ای مثال نقض محسوب میشه که این دوتا مورد رو برقرار کنه، یعنی این اول باشه این اول نباشه. خوب دقت کنید یعنی چی. باز من گفتم شما باید از گزینه 3 بعد 4 بعد 2 بعد 1 شروع کنید، ولی حالا طبق روال از گزینه 1 میام جلو. 3 رو میذارم اینجا. ببین 3 به توان 2 به علاوه 2 میشه 11، پس 3 به توان 2 به علاوه 2 اول است، این درست. آیا خود 3 هم اول است؟ میگم بله. پس این مثال نقض محسوب نمیشه چون هم این درست هم این درست. هفت، هفت به توان دو میشه 49، به علاوه یک میشه به علاوه دو میشه 51. بچه ها دقت کنید، هفت به توان دو به علاوه دو شد 51، 51 که اول نیست. پس این درست بودن ما اینجا زیر سواله، پس گزینه دو نمیتونه درست باشه. میرم سراغ گزینه سه، هشت به توان دو 64، به علاوه دو 66. خب 66 هم که اول نیست. ما گفتیم باید n2 به علاوه 2 اول باشه، n اول نباشه. حالا 9 بذارید، 9 به توان 2 میشه 81، به علاوه 2 میشه 83، 83 اوله در حالی که 9 اول نیست. پس این مثال نقض ماست. اوکیه؟ بیم پایین. میگه ثابت کنید اختلاف مکعب‌های دو عدد متوالی در تقسیم به 6 همواره باقی مانده برابر 1 دارد. خوب دقت بکنید، اختلاف مکعب‌ها در تقسیم بر 6 باقی مانده 1 داشته باشن. اول ما یه چیزی رو اینجا تکلیفش رو با هم معلوم کنیم. وقتی به شما میگه یه عددی در تقسیم بر 6 باقی مانده 1 دارد، اینو به صورت جبری چجوری مشخص میکنیم؟ هر عددی که در تقسیم بر 6 باقی مانده 1 داره، یعنی به صورت 6 کیو به علاوه 1ه. درست شد؟ پ-
پس یادمون باشه وقتی میگه در تقسیم بر 6 باقی مانده 1 دارد، یعنی میگه 6 کیو علاوه 1. حالا قبلش چی میگه؟ اختلاف مکعب‌های دو عدد متوالی. اختلاف مکعب‌های دو عدد متوالی، من یه دونه جدید باز کنم. اختلاف مکعب‌های دو عدد متوالی، این دو عدد متوالی مثل کا به علاوه 1 و کا، این دو تا عدد متوالی اختلاف مکعب‌هاشون یعنی به توان 3 برسون اینا رو از هم کم کن. کا به علاوه 1 به توان 3 اتحاد مکعب دو جمله ای کا 3 3 کا 2 به علاوه 3 کا به علاوه 1 منهای کا 3. خب این کا به توان 3 با این کا به توان 3 خط میخوره، برای من مون چی؟ مون 3 کا 2 به علاوه 3 کا به علاوه 1. خب که چی؟ اینجا با چیکار کنم؟ ببین اینجا یه نیم نگاهی میندازم به ته مسیرم، ته مسیر من 6 کیو به علاوه 1ه، یعنی میگه ثابت کن این 6 کیو به علاوه 1ه. میگم خب از این چیزی که نوشتی این یکش که همینجا هویدا شد، پس با یکش کاری ندارم، یکش همینجا نگه میدارم تا بیام اینجا. باید از توی این 6 کیو در بیارم بچه‌ها. حالا چیکار میکنم؟ میگم آقا این دوتا یه 3 کا فاکتور بگیر، از اولی میمونه کا، از دومی میمونه 1 به علاوه 1. ببین حتی اگه این امتحان نهایی باشه تو اینو همینجوری فاکتورتو بگیری بعد تهش اینو بنویسی، کسی اصلا به تو ایرادی نمیگیره آقا چرا ناقص نوشتی، چون کامل نوشتی. ولی دارم به توضیح میدم چرا این اتفاق میفته. این کا و این کا به علاوه 1 دو تا عدد متوالی هن. ما قبلا خوندیم حاصل ضرب دو عدد متوالی حتما زوجه. چرا؟ چون از بین دو تا عدد متوالی حتما یکیشون زوجه یکیشون فرده، پس حاصل ضربشون حتما زوجه. نماد عددهای زوج چیه؟ دو کیو، دو کا. چون من اینجا کیو دارم از دو کیو استفاده میکنم. حالا نکن 3 تا دو کیو میشه 6 کیو به علاوه 1. پس من ثابت کردم اختلاف مکعب دو تا عدد متوالی در تقسیم بر 6 باقی مانده 1 دارد. حل کسی اشکال داشت؟ ببینید بچه من یه بار دیگه این توضیحش رو بخونم. گفتن چرا حتما اولی باید درست باشه دومی غلط؟ آه اون قبلی بود های کشکا. این هم مشکل دارم، این سوال غلطش. آه اینه که من این گسسته فصل یک. خب اینو ببرم پایین. ببین ما در واقع یه گزاره شرطی اینجا داریم، این گزاره شرطی داره با ما میگه اگر این برقرار باشد، میگه اگر این برقرار باشد n عددی اول است، درست شد؟ یعنی این که شرطمونه این باید حتما درست باشه، حکممون غلط باشه. قبوله؟ گفته که اگه اولی هست، یعنی اولی هست همیشه اینجوری قرار بمونه. یعنی چی اگه اولی هست؟ خب یعنی شرطی شرط خاص نداره، حکم دیگه اولی هست. نه 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 حکم نیست که. این داره ببین گزاره شرطی که بچه ها تو پارسال خوندن، الان به دلیل اینکه ما از گسسته شروع کردیم هنوز اون مطالب منطق ریاضی فصلیه که آمارشون نگفتیم، بچه ها اینو باید یادشون بیاد. اینجا نها کنید یه دونه بنویسم. ببینید بچه ها ما یه دونه پارسال یه دونه پی داشتیم، یه دونه کیو داشتیم، یه دونه پی آنگاه کیو داشتیم، درست شد؟ این یه گزاره شرطی بود، میگفتیم آقا این درست درست نادرست نادرست، این درست نادرست درست نادرست، این چهار تا مدلی بود که تو این برقرار بود. اگر پی یعنی مقدم درست بود، تالی هم درست بود، گزاره شرطی درست در می اومد. اوکیه؟ اگر پی درست بود ولی تالی نادرست بود، گزاره شرطی نادرست میشد. و اگر مقدم نادرست بود، ما یه جمله داشتیم میگفتیم به انتفاع مقدم درست است. قبوله؟ پس ما اگر میخواییم گزاره شرطیمون نقض بشه، یعنی نادرست در بیاد، باید مقدممون درست باشه، تالیمون نادرست باشه. که حالا برمیگردم روی این جمله، اگر n دو به علاوه دو عددی اول باشد مقدممونه که باید درست باشه، ولی تالیمون که n نیز عددی اول است باید نادرست باشه. به این دلیل. اوکیه؟ خب حالا بیم سر این.
بچه اینجا میگه اختلاف مشابهای دو عدد متوالی. ببین این جمله رو از آخر بخونیم. دو عدد متوالی. دو عدد متوالی میشه کا، کای به علاوه یک. مکعبهاشون یعنی کای به علاوه یک و کا رو به توان سه برسون. اختلافشون یعنی از هم کم کن، پس میشه کای به علاوه یک به توان سه. منهای کا به توان سه برابر است با عددی که در تقسیم بر 6 باقی مانده یک دارد، یعنی 6 کیوب علاوه یک. ببین معنی این جمله اینه دیگه، یه عددی که در تقسیم بر 6 باقی مانده یک دارد، خارج قسمتش هم میشه کیو. بچه این عدد چی میشه؟ شما امتحان تقسیم بنویسی میشه 6 ضرب در کیو به علاوه یک. این امتحان تقسیمه دیگه، یعنی اون عدد مورد نظر شما به صورت 6 کیو به علاوه یکه. پس اختلاف مکعبهای دو عدد متوالی باید بشه 6 کیو به علاوه یک. من این اتحاد نوشتم، باز کردم، از هم کم کردم، رسیدم به این. اینجا هم که گفتم کا و کای به علاوه یک دو عدد متوالی هن، یعنی حتما یکیشون زوج یکیشون فرد، پس حاصل ضربشون زوجه، نماد زوج دو کیوه، 3 تا دو کیو میشه 6 کیو به علاوه یک. مشکل نیست های کشکا؟ خب اوکی. میگه تست، اگر کا حاصل ضرب دو عدد متوالی باشد، به ازای کدام مقدار آ و ب عبارت آ کا به علاوه بی مربع کامل است؟ قبوله؟ بچه دقت کنید، میگه کا حاصل ضرب دو عدد متوالی باشد. خب پس من به جای کا میذارم n در n به علاوه یک، یعنی حاصل ضرب دو عدد متوالی n در n به علاوه یک. حالا اینجا نگاه کنید، پس عبارت آ کا به علاوه بی می شود آ ان در ان به علاوه یک به علاوه بی. آ ان در ان به علاوه یک به علاوه بی، این عبارت منه. بچه ها من اینو ضرب می کنم، آ ان دو به علاوه آ ان به علاوه بی. حالا بدبختانه باید بریم سراغ گزینه ها، دونه دونه گزینه ها رو انجامش بدیم. فقط یه نکته ای، من یه سوال میپرسم، این یه عبارت درجه دوه، عبارت درجه دو در چه صورت مربع کامله؟ این کسی کامنت میذاره؟ اگر یه عبارت درجه دو داشته باشم، در چه صورت اون عبارت درجه دو مربع کامله؟ کسی جواب نداره؟ خب بچه ها در صورتی که دلتاش صفر باشه، وقتی عبارت درجه دو دلتاش صفره یعنی مربع کامله دیگه. خب من دلتاشو حساب میکنم، دلتاش میشه بی دو، بی دو منظورم ضریب درجه یکه دیگه، ضریب درجه یک به توان دو منهای چار برابره ضریب درجه دو در عدد ثابت چار آبه. حالا این باید صفر بشه، گزینه ها رو چک میکنم، هر گزینه ای که اینو صفر کنه یعنی جوابه. الان بین همه این گزینه ها گزینه یک این ویژگی رو داره، یعنی شما اگر آ رو بذاری 4 میشه 4 به توان 16 منهای 4 در 4 در 1 میشه 0. پس به ازای آ 4 و بی 1 این مربع کامله، یعنی این مربع کامله. خب اثبات با در نظر گرفتن همه این حالت ها. یه دقیقه خوب گوش بدید بچه ها، ما یه مرزی رو اینجا مشخص کنیم. ما یه تونه مثال نقض کنیم که گفتیم کلا به درد اثبات نمیخوره، فقط شلنگ رو میگیره روی حکمی که قرار نقض بشه. این از این. دو، اومدیم یه سری اثبات انجام دادیم که من به این اثبات ها میگم آقا اثبات هایی که خودشون یه اطلاعاتی به ما دادن، یعنی دست ما خالی نیست، درسته؟ خودش اومده گفته آقا اختلاف مکعب دو عدد متوالی در تقسیم بر 6 باقی مونده‌اش بشه 1، خودش گفته حاصل ضرب دو عدد متوالی ضرب در آ به علاوه ب بشه مثلا مربع کامل بشه، یه چیزی به ما داده که ما شروع کنیم. توی این جور مثال‌ها که اثبات در واقع نوع یکمونه، از اون اطلاعاتی که داده استفاده می‌کنیم برای حل مسئله. حالا ما یه جور اثبات داریم که دست ما رو خالی می‌ذاره، یعنی نمیاد به ما اطلاعات کاملی بده که ما بدونیم از در واقع چی باید شروع بکنیم. مثالشو میخونم بعد توضیحاتشو کامل میکنم. میگه ثابت کنید برای هر عدد طبیعی n
سه ان دو به علاوه ان به علاوه پنج همواره عددی فرد است. در مورد ان اطلاعاتی به من نداده، نگفته آقا حاصل ضرب دو عدده، نگفته نمیدونم در تقسیم بر فلان عدد فلان باقی مانده رو میدهد، هیچی نگفته. گفته ان یه عدد طبیعیه. من به یه نشونه اینجا نگاه میکنم، اون نشونه هم این فردیه که این ته نوشته. میگم آقا ان من یه عدد طبیعیه که من دنبال فرد بودن این عبارتم. حالا همه حالتهایی که عددهای طبیعی به صورت فرد یا غیر فرد دستبندی میشن و مشخص میکنم. میگم آقا وقتی ان یه عدد طبیعیه به هر حال یا فرد یا زوجه، قبوله؟ از این دو حالت که خارج نیست. پس من دارم همه حالتهای ان رو بررسی میکنم. اگر ان فرده یعنی ان مساویه دو کا منهای یکه، اگر ان زوجه یعنی ان مساویه دو کاه، قبوله؟ حالا این دوتا مسیر رو پی میگیرم. اینجا رو نگاه کنید، سه ان دو یعنی سه تا دو کاه منهای یک به توان دو به علاوه دو کاه منهای یک به علاوه پنج. شما میتونی اینو باز کنی، خواهی دید که این عبارت فرده، اما میتونی یه استدلالی هم استفاده کنی. اینجا رو نگاه کنید، وقتی n فرده حتما مربعش فرده، سه برابرش فرده. پس ببین وقتی n فرده پس حتما n به توان دو فرده، سه برابرش کنی بازم فرده. n فرده، یه فرد رو با یه فرد جمع میکنم حاصلش زوجه، پنج تو بهش اضافه میکنم حاصل حتما فرده. پس اینو میتونستم با استدلالم بهش برسم، ولی من این کارو نکردم چون امتحان نهایی اینا رو از شما میخواد. من اینو نوشتم، اگر شما اینو بنویسید اتحادشو باز بکنید تهش خواهید دید که این مثلا در میاد دو کیو به علاوه یک یعنی فرده، یعنی همه اینا بر دو بخش پذیرن یک اضافه میمونه. جان کار از چند شروع کنن تو کتابای در واقع دوره راهنماییشون، به دلیل اینکه بچه‌ها فکر میکنن عدد فرد و عدد زوج حتما با طبیعی باشن، ولی ما تو دبیرستان دیگه میدونیم، یعنی اونجا اینجوری براشون تعریف میکنن، ولی ما دیگه میدونیم که عدد فرد و زوج طبیعی و غیر طبیعی نداره، فقط کافیه صحیح باشه. برای همین دو کامن های یک یا دو کا به علاوه یک، حالا تو هم نشتی هم اینو میخونیم که هیچ فرقی با هم دیگه ندارن، جفتشون یکی هن. چه دو کامن های یک بنویسید چه دو کا به علاوه یک بنویسید، از همین راه شما جوابتون رو خواهید گرفت. ولی مرسومش دو کامن های یک و دو کاه، که در صورتی که کا یه عدد طبیعی باشه عددهای فرد طبیعی و زوج طبیعی رو به شما میده، ولی هیچ فرقی نمیکنه چه من های یک چه به علاوه یک، هر دو یکسان. این بخشش هم که در واقع دو کا میشه، میشه سه تا دو کا به توان دو به علاوه دو کا به علاوه پنج. این هم دقت بکنید بچه ها، این الان دو کا یه عدد زوجه، ضرب در سه میشه به توان میرسه زوجه، ضرب در سه زوجه، دو کا با زوجه، جمع دو تا زوج زوجه، با پنج جمع میشه فرده. پس این هم میشه دو کیو به علاوه یک یا منهای یک فرده. همواره چه زوج باشه چه فرد باشه فرده، حاصل فرده. ما داریم در واقع اثبات به روش بررسی همه حالت ها رو بررسی میکنیم. پس بچه ها چی شد؟ وقتی من میرسم به یه اثباتی که دستم از فرض تقریبا خالیه، چیزی ندارم شروع کنم، خودم بساط شروع اما فراهم میکنم، خودم میام مینویسم آقا این عدد طبیعی شما یا فرده یا زوجه، خواسته مثلا مینویسم تا جواب برسم. یه چیز دیگه بفهم. من اون سوالام پرسیدم خاطر اینکه شما اونجا دو کای برای یک نوشتید، اینجا دو کای منهای یک نوشتید. من سوالام فقط خاطر همین بود، اونجا نمی‌بینید دو. بله بله. دو کیو برای یک نوشتید. بله. همین بچه‌ها شاید بگن که آقا چرا اونجا دو کیو منهای یک نوشتید. من الان توضیح میدم. اینجا دو کیو منهای یک هم بنویسم درسته؟ بله بله یکم بنویسم درسته. چون عدد 5 هم اینجا یه عدد مثبت بود، من اینجا یه یک ازش جدا کردم که بتونم عدد فرد ازش در بیارم، ولی هیچ فرق نمیکنه چه دو کا به علاوه یک چه دو کا منهای یک. حتی اگه شما اینجا دو کا به علاوه یک هم در نظر بگیرید بازم این
رابطه درسته، همین در میاد. هیچ فرق نمیکنه. تو هم نشتی یه سری توضیح راجع به این میدیم که بچه‌ها در مورد این موضوع در واقع با هم بشن. بچه‌ها سوالی دارن؟ یکی گفته که چرا اصلا اولی باید درست و دومی هدفش رو برای سوال اول قبلی بود توضیح دادم. بچه‌ها سوالی نداری تو این مورد؟ اگر سوالی داری بپرسید که منم دوستا بپرسم. کار خاصی نکردیم دیگه، فقط این فرق گرفتیم، اون زوج گرفتیم اثبات برای بشه همین حالت هاست. آره دو کار برای یک رو گذاشتیم جای این، یا برای دو کار رو گذاشتیم جای این، هی گفتیم که یه عدد فرد بدید ببینید عدد همواره فرده یا همواره زوجه. میبینیم در هر دو حالت همواره فرده، بس کلن همواره عدد فرد. دقیقا. حالا دومی نگاه کنید، میگه مثال ثابت کنید عددهایی به فرم 5 کیو به علاوه 2 و 5 کیو به علاوه 3 نمیتوانند مربع کامل باشند. خب یه لحظه اینجا نگاه کنید بچه‌ها، 5 کیو به علاوه 2 یعنی چی؟ یعنی عددهایی که در تقسیم بر 5 باقی مانده 2 دارند. 5 کیو به علاوه 3 یعنی عددهایی که در تقسیم بر 5 باقی مانده 3 دارند. خب من همینجا به فکر فرو میرم، من که میخوام اثباتمو شروع کنم، دستم از فرض خالیه، یعنی چیزی ندارم باش شروع بکنم، پس چیکار میکنم؟ میرم پیله میکنم با همین 5، میگم آقا کل عددها از نظر بخش پذیری بر 5 به چند دسته تقسیم میشن؟ کل عددها از نظر بخش پذیری بر 5 به 5 دسته تقسیم میشن. بله، کل عددها از نظر بخش پذیری بر 5 به 5 دسته تقسیم میشن. دسته اول عددهایی که به 5 بخش پذیرن، یعنی 5 کان باقی مونده 0. دسته دوم عددهایی که در تقسیم بر 5 باقی مانده 1 دارن. دسته بعدی باقی مانده 2، دسته بعدی باقی مانده 3 و دسته بعدی باقی مانده 4. اگه من بنویسم 5 کای و علاوه 5 میتونم بعد 5 فاکتور بگیرم دوباره اون کا رو مثل باره بنویسم. دقیقاً هیچ فرقی نداره. یعنی اینجا الان 5 کا برای 5 بنویسی باز تو اثبات درست داره، فقط دردسرتون میشه. مثلا اینکه نمیشه چرا 5 کا برای 6 نمیشه استاد؟ ببینید خب چون ما داریم از تقسیم حرف میزنیم، وقتی شما داری یه عددی رو بر 5 تقسیم میکنی باقی مانده حتما از مقسوم علیه کمتره، باقی مانده تقسیم بر 5 حتما باید از خود 5 کمتر باشه، پس یا صفره یا یکه یا دو. دقیقاً تقسیمش دوباره میتونه اتفاق بیفته، پس باقی مانده ما حتما باید از 5 کمتر باشه چون مقسوم علیه 5. خب بچه‌ها یادمون نره ما دنبال چی بودیم؟ ما دنبال این بودیم که هیچ عدد مربع کاملی به فرم 5 کیو به علاوه 2 و 5 کیو به علاوه 3 نیست. پس من اومدم گفتم همه عددهای همه عددهای صحیح و طبیعی از نظر بخش پذیری برای 5 به این 5 دسته تقسیم میشن. حالا همه رو به توان 2 میرسونم، همه رو به توان 2 میرسونم. دقت بکن این میشه 25 کادو، این میشه شما اگه اینو به توان 2 برسونی میشه 5 کادو به علاوه 1 به توان 2 که میشه مربع اولی دو برابر اولی در دومی و مربع دومی. این از این. حالا اگه اینو به توان 2 برسونم، یعنی 5 کا به علاوه 2 رو به توان 2 برسونم، باز میشه 25 کا 2 به علاوه 20 کا به علاوه 1 4 دیگه به علاوه 4 ببخشید به علاوه 4 به علاوه 4. حالا این یکی باز به توان 2 5 کا به علاوه 3 به توان 2 باز 25 کا 2 به علاوه 30 کا به علاوه 9. این یکی باز 5 کا به علاوه 4 به توان 2 که میشه 25 کا 2 به علاوه 40 کا به علاوه 16. خب باز یادم نمیره موضوع من بخش پذیری بر 5 بود. این عدد اولو اگه بخوام به صورت مضرب 5 بنویسم بچه ها میشه 5 کیو، چون 25 کادو مضرب 5. درست شد؟ یعنی در واقع من اومدم یه دونه 5 از این گرفتم بعد جایگزینش کردم. نگاه کنید انگار نوشتم 5 تا 5 کادو که به جای، یادتون باشه همیشه به جای خارج قسمت هر چی دلتون خواست میتونید جایگزینی کنید. الان 5 مقسوم علیه 5 کادو خارج قسمته که من میذارم 5 کیو. درست شد؟ خواهش میکنم. حالا این یکی، این یکی نها کنید بچه ها، این دوتا، این دوتا مضرب 5 هم این مضرب 5 هم این مضرب 5.
پس من میتونم برای این بنویسم 5 کیو به علاوه 1. درست شد؟ اینجا این دوتا مضرب 5 هم 25 کادو و 20 کا هر دو مضرب 5 هم. پس میتونم اینو بنویسم 5 کیو به علاوه 4. حالا اینجا رو نگاه کنید بچه ها، اینجا 9 از 5 بزرگتره. من میتونم یه حرکتی بزنم، میتونم بگم این 9 میشه 5 به علاوه 4. درست شد؟ 9 من 5 به علاوه 4. حالا 25 کادو به علاوه 30 کا با اون 5، یعنی 25 کادو که بر 5 بخش پذیره، 30 کا بر 5 بخش پذیره، اون 5 هم بر 5 بخش پذیره، پس یه 4 میمونه. پس این میشه 5 کیو به علاوه 4. درست شد؟ همین اتفاق در مورد 16 میفته. 16 میشه یه دونه 15، یعنی یه مضرب 5 به علاوه 1. یعنی باز 25 کادو به 5 بخش پذیره، 40 کا بخش پذیره، 15 هم بخش پذیره. پس من به جای این 3 تا مینویسم 5 کیو به علاوه 1. حالا من همه حالت‌ها رو بررسی کردم. اونجا یه در واقع عبارتی که اول داشتم این بود که به صورت 5 کیو به علاوه 2 و 5 کیو به علاوه 3 نیست. حالا نگاه کنید، من 5 کیو دارم، 5 کیو به علاوه 1 دارم، 5 کیو به علاوه 4 هم دارم. فقط 5 کیو به علاوه 2، 5 کیو به علاوه 3 ندارم. پس نتیجه میشه هیچ مربع کاملی، چون اینا همشون مربع کاملن، هیچ مربع کاملی نیست که در تقسیم بر 5 باقی مانده 2 یا 3 بدهد. بچه‌ها میگن خب الان کا چی بود، کیو چی بود؟ ما خود فرض سوال گفته بود اگر مربع کامل بشود 5 کیو به علاوه 2، 5 کیو به علاوه 3 نمیتونه نیست. درسته؟ بله. این سوال ما. بله. حالا ما اومدیم گفتیم تمام عددهایی که ما داریم اگر بر تقسیم بر 5 کنیم به 5 فرم کلی هست، 5 دسته تقسیم میشن. فرم کلی رو من با کا بر حسب کا نوشتم، از کیو استفاده نکردم چون میخواستم حاصلشون رو بر حسب کیو بنویسم. درست شد؟ اینجا از کا استفاده کردم، شما میتونی از ان استفاده کنی، از آ، هر حرفی فرق نمیکرد. من چون حکمم بر حسب کیو بود اینا رو بر حسب کا نوشتم که وقتی پنجشون رو فاکتور میگیرم بر حسب کیو بنویسم، بعد به شما نشون بدم 5 کیو به علاوه 2 به علاوه 3 ندارد. حل بچه ها؟ رزوانه نوشته که میشه بگیم کاچه کیو چه که الان سوال رزوانه رو پرسیدم. اوکیه، بریم بعدی. من یه توضیح بدم راجع به این. ببینید بچه ها، این کا حکم خارج قسمت شما رو داره. ما تو مسائل مختلف بخش پذیری داریم میگیم یه عددی مثل آ وجود داره، یه عددی مثل آ وجود داره که شما اومدی به 5 تقسیمش کردی، در واقع خارج قسمت بهتون داده کا، باقی مانده داده آر. قبوله؟ این آر چه عددهایی میتونه باشه؟ میتونه 0 باشه، میتونه 1 باشه، میتونه 2 باشه، میتونه 3 باشه یا میتونه 4 باشه. چرا اینا؟ چون حتما باید 5 کمتر باشه. حالا یه چیزی شما تو دبستان خونده بودید، امتحان تقسیم میگفتید مقسوم علی، ضرب در خارج قسمت به علاوه باقی مانده میشه مقسوم. یعنی 5 کا یه بار به علاوه 0، یه بار به علاوه 1، یه بار به علاوه 2، یه بار به علاوه 3، یه بار به علاوه 4 کل حالت‌های آ رو تشکیل میده. به این دلیله که ما از این کا استفاده می‌کنیم. یعنی کا اینجا حکم خارج قسمت ما رو داره. همین دلیلم هست که اینجا گفتم بچه‌ها ما میتونیم خارج قسمت رو هر جوری دلمون می‌خواد تغییر بدیم. مثلا ما اینجا اومدیم گفتیم آقا این 25 کادو به علاوه 10 کا مضربی از 5، یعنی 5 برابره، 5 برابره 5 کادو به علاوه 2 کاه. حالا به جای این از کیو استفاده کردم، در واقع این خارج قسمت ما همشو گذاشتم کیو. ما این روشمون کاملا متداوله که دائما خارج قسمت رو با یه عبارت ساده تر جایگزین میکنیم که عبارتهای کوتاه مد نظرمون به دست بیاد. خب سوال بعدی میگه ثابت کنید اگر x y به علاوه 1 مساوی x به علاوه y باشد، یعنی این برقرار باشه و x و y دو عدد حقیقی باشن، آنگاه x 1 یا y 1 است. قبوله؟ خب حالا اینجا رو گوش بدین. من میگم آقا وقتی میخوام همه حالت ها رو در نظر بگیرم، میام میگم آقا یا پیله میکنم به x یا پیله میکنم به y. میگم آقا x رو در نظر بگیر،
قبول دارید بچه‌ها کل حالت‌های x که یه عدد حقیقی از این دو حالت خارج نیست. x یا 1 یا 1 نیست. یعنی من کل حالت‌های x رو اینجوری دسته‌بندی کردم. ببین این چندمین باریه که ما بر اساس حکم خواسته شده شروع می‌کنیم چیدمان. ما دیگه اینجا گفتیم گیر داده به فرد، پس من n و فرد رو زوج کردم. اینجا گیر داده بود به 5 کیو به علاوه 3، 5 کیو به علاوه 2، پس من اومدم عدد هام رو بر حسب مضارب 5 و باقی مانده های مختلفش نوشتم. اینجا اومده گفته x یک یا y یک فرق نمیکنه. من یه بار x رو همه حالتاشو میگیرم، میگم آقا یا x یک یا مخالف یک، شما میتونید همین کارو با y بکنی. خب اگر x یک باشه چه اتفاقی اینجا میفته؟ میشه y به علاوه 1 مساوی است با y به علاوه 1. قبوله؟ این عبارت صفر مساوی صفره، چون y که با y میره یک هم با یک میره. تساوی درست یعنی به من نشون میده y هر عدد حقیقی دلش بخواد میتونه باشه. در چه صورت؟ در صورت که x یکه. یعنی میگه اگه x یک بود y هر چی دلش خواست باشه باشه، فرق نمیکنه. حالا اگه x مخالف یک باشه به چه درد میخوره؟ من اون x رو میارم این طرف، یک رو میبرم اون طرف. یعنی میشه x y منهای x مساوی است با y منهای 1. یه x فاکتور میگیرم. حالا از یه x فاکتور میگیرم میشه y منهای 1 مساوی است با y منهای 1. اوکیه؟ خب حالا دقت کنید بچه ها، x یه عدد مخالف 1ه، یعنی یا 2 یا 3 یا 4 هر عددی دلش بخواد میتونه باشه. پس اگه قرار این تساوی برقرار بشه، درست شد؟ اگه قرار این تساوی برقرار بشه، نه ما گرفتیم x مخالف 1 دیگه، x گذاشتیم مخالف 1. اگر x مخالف 1 باشه در چه صورت مضربی از y منهای 1 با خود y منهای 1 برابره؟ کدوم عدده که مضربی از اون عدد با خود اون عدد برابره؟ فقط صفر. پس y منهای 1 صفره و y 1ه. پس نتیجه میگیرم یا y1ه یا x1. این دو حالتیه که از این تساوی به من میده. میام پایین. سوالی ندارم اگر دارم. چیزی نپرسیده تا حالا. بچه ها مفهومه؟ اگر هستید یک سوالی حداقل یه بوق بزنید ببین هستید. یه کم گیجی مران گسسته است دیگه. خب خوبه، خودش بالیه، هم که هیچی نمیگید ولی خب خوش میدید باز هم خودش بالیه. دوا گفته بله مفهومه. خب مرسی، بریم بعدی بچه ها. میگه اگر x عددی طبیعی باشد از میان سه عدد x به علاوه 1، x به علاوه 5 و کدام؟ اونجا دو حالت اثبات کردیم، هر دو جواب بود درسته؟ بالایی؟ هر دو جواب بود. آره دیگه، ما اینجا گفتیم یا دیگه بچه ها، ما گفتیم یا x یکه یا x مخالف یکه. اگه x یک باشه که به این نتیجه درست رسیدیم پس x یکه. اگر x یک نباشه پس نتیجه گرفتیم y یکه. پس یا x یکه یا y یکه. همواره. خب بریم. میگه اگر x عددی طبیعی باشد از میان سه عدد x به علاوه 1، x به علاوه 5 و کدام یک از عددهای زیر، قطعا یکی بر سه بخش پذیر است. درست شد؟ یعنی ما x به علاوه 1 رو داریم، x به علاوه 5 هم داریم، یکی از گزینه ها هم باید داشته باشیم به طوری که حتما یکیشون بر سه بخش پذیر باشه. درست شد؟ بچه ها ببینید، ما واسه حل این تست میایم یه کاری میبریم، میگیم آقا چون x در صورت سوال هست در گزینه ها هم هست، پس به جای x یه عدد دلخواه بذارید، یه عدد دلخواه طبیعی. قبوله؟ اگر به جای x یک بذارم x به علاوه 1 میشه 2،
x به علاوه 5 میشه 6، x به علاوه 79 میشه 80، این میشه 81، این میشه 82، اینم میشه 83. حالا موضوع چیه؟ موضوع بخش پذیری بر 3. من میگم آقا 2 در تقسیم بر 3 باقی مانده 2 میدهد، 6 در تقسیم بر 3، یعنی این باقی مانده‌اش میشه 2 وقتی به 3 تقسیم میشه، 6 در تقسیم بر 3 باقی مانده 0 میدهد. پس من گزینه ای رو لازم دارم که در تقسیم بر 3 به من باقی مانده 1 بده. کدوم یکی از این گزینه ها در تقسیم بر 3 باقی مانده 1 میده؟ گزینه 3. گزینه 3 در تقسیم بر 3 باقی مانده 1 میده. حالا یکیش باقی مانده شد 1، یکی شد 0، یکی شد 2. آقا عدد رو عوض کنم چی؟ خب عوض کن عدد رو، یه چیز دیگه بذار، بازم این یه باقی مانده ای داره، این یه باقی مانده ای داره، ولی گزینه 3 باقی مانده ها رو تکمیل میکنه که میشه این گزینه. کسی سوالی نداره؟ خب بریم سراغ برهان خلف. بچه ها برهان خلف یه رابطه اثباتی غیر مستقیمه. یعنی چی؟ ما پارسال توی در واقع آمار احتمال خوندیم اگر کیو، اگر پی آنگاه پی، پی آنگاه کیو به عنوان یک گزاره شرطی یه ارزشی داشته باشه، این گزاره شرطی هم ارز است با عکس و نقیض آن. یعنی چی؟ عکس و نقیض یعنی فلش رو برعکس کن، مقدم و تالی هم نقیض کن. یعنی نقیض کیو آنگاه نقیض پی. خب حالا این یعنی چی؟ این میگه اگر تو نمیتونی از فرض به حکم سوال برسی، اگر نمیتونی از فرض به حکم سوال برسی، برو از خلاف حکم، از خلاف حکمی که داری به خلاف فرضت برس. درست شد؟ یعنی در واقع داره میگه اگر نمیتونی اینو مستقیما اثبات کنی، برو غیر مستقیم اثباتش کن. اگر اینم اثبات بکنی درسته. حالا اینجا که همین توضیحات رو داده، فقط اینجا نقیزه بچه ها، این تو پی دی افش نیفتاده، اینجا نقیزه، میاد پایین مثال زده. نگاه کنی میگه ثابت کنید اگر x عددی گنگ باشد. خب اگر x عددی گنگ باشد که اطلاعاتی راجع به x نداریم، چیزی بنویسیم. x رو که نمیتونیم همه حالت‌هاشو در نظر بگیریم. بچه‌ها یادتونه دیگه، من وقتی اومدم اینا رو اثبات کنم، اولش اومدم برگشتم گفتم چی؟ گفتم آقا اگر چیزی بهتون داده که حل مسئله رو باش شروع کنید، خب شروع کنید. اگر چیزی بهتون نداده برید همه حالت‌ها رو بنویسید، باز شروع کنید. الان اینجا نه چیزی داده که من بتونم باش شروع بکنم، نه من میتونم حالت‌های مختلف بنویسم، چون گفته x یه عدد گنگه. ولی این الان پی منه، یعنی مقدم منه. یک ایکسوم گنگ است، تالی منه. من میگم به جای اینکه پی آنگاه کیو رو اثبات کنم، میرم نقیض کیو آنگاه نقیض پی رو اثبات میکنم. اگر اینو اثبات کنم، انگار خود اینو اثبات کردم. حالا یعنی چی؟ یعنی میگم اونجایی که به من گفته ایکس گنگ است آنگاه یک ایکسوم گنگ است، این چیزیه که میخواد اثبات کنم. من میام میگم فرض خلف من میشه چی؟ فرض خلف من میشه یک ایکسوم گویاست. اگر یک ایکسوم یه عدد گویا باشه، یعنی یک ایکسوم رو میشه به صورت تقسیم دوتا عدد صحیح نوشت.
تعریف عدد گویا اینه دیگه، هر عدد گویا به صورت تقسیم دو عدد صحیح نوشته میشه. خب حالا x میشه چی؟ x میشه b آم. خب از اونجایی که a عدد صحیح بود b هم عدد صحیح بود، پس اینجا هم b و a عدد صحیح هن، پس نتیجه میشه x یه عدد گویاست، یا می نویسم x عضو q است. اوکیه؟ میدونیم دیگه نماد عددهای گنگ q پریمه، نماد عدد گویا qه. میگم آن رسیدم به x q، x عضو q، یعنی من از نقیض q که خلاف حکمم بود شروع کردم، رسیدم به نقیض p که خلاف فرضم بود، پس من به تناقض رسیدم، پس می نویسم فرض خلف باطل، فرض خلف باطل و حکم ثابت است یا ثابت می شود. اوکیه؟ مثالی که به درد امتحان نهایی می خوره. خب بریم ادامه بدیم. میگه تست گزاره حاصل جمع یک عدد گویا و یک عدد گنگ، حاصل جمع یک عدد گویا و یک عدد گنگ عددی گنگ است، یک گزاره همواره چیست؟ گزینه ها را نگاه کنید. همواره درست است که درستی آن را میتوان با برهان خلف ثابت کرد. این یکی، حالا گزینه های مختلف درست است، نادرست است، نادرست است. ببینید بچه ها، مجموع یه عدد گنگ و گویا یه مثال متداوله که ما با برهان خلف اثباتش میکنیم. پس مجموع یک عدد گویا و عدد گنگ عددی گنگی است، اولا درسته، پس گزینه 3 و 4 رد میشه، درسته. این نوشته درستی آن را میتوان با برهان خلف ثابت کرد. دو هم نوشته درستی آن را میتوان با برهان خلف ثابت کرد، پس گزینه 1 و 2 هر دوتاشون میتونه درست باشه. حالا قسمت دوم میگه گزاره حاصل ضرب هر عدد گویا در یک عدد گنگ عددی گنگ است، یک گزاره چیست؟ بچه ها به نظرتون هر عدد گویا توی عدد گنگ ضرب بشه حاصل گنگه؟ نه، شما صفر رو تو هر عدد گنگی ضرب کن حاصلش میشه صفر، بنابراین میشه حاصل گنگ در گویا بشه گویا. پس این نادرست است و این رو با مثال نقص ثابت کردم. الان یه صفر رو براتون مثال زدم دیگه. پس گزینه یک هم رد میشه، گزینه دو درست. اینم از های کشکار. بچه ها چیزی نمیگن؟ میگم من نفهمیدم چیو؟ اتوانا کردم. کی گفته اینو؟ رها. رها کجا رو گفتی؟ کدوم سوال؟ چون های کشکار یه چند لحظه نبود. شاید هم سوال قبلی بود آخه. قبلی چی بود؟ سوال قبل رو یه برهان خلف رو میشه توضیح بدین؟ یادمون رفته. ببینید بچه ها، برهان خلف یعنی این، به شما میگن P آنگاه Q رو اثبات کنید. یعنی چی؟ مثلا تو همین سوال میگه X گنگ، شما ثابت بکنید اگر x گنگ است آنگاه یک xم هم گنگ است، درسته؟ سوال از شما اینو خواسته، میگه ثابت بکنید اگر x گنگ است آنگاه یک xم نیز گنگ است. من میگم به جای این بیاید عکس و نقیضش رو ثابت کنیم. یعنی چی؟ یعنی فلش رو برعکس کنید، q و p هم نقیض کنید، برعکسشون کنید. خب نقیض q میشه چی؟ یک xم گنگ است، نقیضش میشه یک xم گویاست، آنگاه x گویاست. من اگه اینو ثابت بکنم که در صورتی که یک xم گویا باشه x گویاست، در واقع عکس و نقیض همین عبارات شرطی رو ثابت کردم. این میشه برهان خلف. یعنی شما اون حکمی که بهتون میدن رو خلافش رو به عنوان فرض در نظر میگیرید، استدلال میکنید تا به خلاف فرض اصلی برسید. اوکیه؟ از خلاف حکم شروع میکنید تا به خلاف فرض برسید، یعنی اصطلاحا به یک تناقض برسید.
من اومدم گفتم آقا میخواد بگه x گنگه، 1 x هم گنگه، پس فرض خلف من میشه چی؟ فرض خلف من میشه که 1 x هم عددی گویاست. اگر 1 x هم عددی گویا باشد، یعنی 1 x هم رو میشه کسری نوشت. 1 x هم معکوس کردم، آبی هم معکوس شد، شد بی آم. خب اگر x رو میشه به صورت تقسیم بی بر آ نوشت، پس معنیش اینه x یه عدد گویاست دیگه. x عدد گویا باشه تناقض داره با فرض، یعنی نقیض فرض اولی است، نقیض پیه که به ما گفته بود x گنگه. بنابراین میگم چون به تناقض رسیدم، چون به خلاف فرض رسیدم، فرض خلف باطل و حکم ثابت میشود. سال قبل رو گفتن که قسمت اولش هم دوباره گفتم این اسم نداره، یو 130 185 90 صد نگرد دوباره. خب بریم ادامه بدیم. اثبات بازگشتی. اثبات بازگشتی که در واقع ما بهش گزاره های هم ارزم میگیم، یه نوعی از اثباتمونه. بچه چه نوعی از اثباته؟ ما تو این اثبات بازگشتی که در واقع میخواییم یک عبارت و معمولا یک نامعادله رو ثابت کنیم، مثل این که مثلا داره به اون میگه آقا 3 به علاوه x، 2 به علاوه y، 2 به علاوه z، 2 تقسیم بر 2 بزرگتر است از x به علاوه y به علاوه z. درست شد؟ ببین بچه‌ها، ما توی در واقع گزاره‌های دو شرطی میگفتیم آقا اگه بدونیم p آنگاه q درسته، درست شد؟ و میخواییم ثابت بکنیم که p درسته، یه راه اثباتمون اینه که ما میدونیم در گزاره‌های دو شرطی فقط زمانی گزاره درسته که مقدم و تالی هر دو درست باشن. من اینو می‌نویسم یه یادآوری براتون بشه. فکر می‌کنم از پارسال یه پیش مطالعه لازم داریم. اینجا رو نگاه کنید بچه‌ها. یعنی وقتی بهمون میگن P Q P اگر و تنها اگر Q، ما چهار تا حالت داشتیم: درست، 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 نادرست، نادرست، درست و نادرست، نادرست. میگه آقا گزاره دو شرطی فقط زمانی درسته که هر دو گزاره هم ارزش باشن، یعنی درست درست گزاره دو شرطیش درسته، نادرست نادرست هم گزاره دو شرطیش درسته، این دوتا ولی نادرستن. حالا ما از همین استفاده میکنیم، میگیم وقتی به ما گفته 3 به علاوه x2 به علاوه y2 به علاوه z2 تقسیم بر 2 بزرگتر یا مساوی x به علاوه y به علاوه z است، وقتی به ما اینو گفته، ما این نامعادله رو خوب دقت بکنید بچه‌ها، نه فرضی بهمون داده که بخوایم ازش استفاده بکنیم ثابت بکنیم که اون اثبات اولیه‌مون بود، نمیتونیم حالتهای مختلفش رو در نظر بگیریم چون در مورد x و y و z هیچ اطلاعاتی نداریم، نمیتونیم برهان خلف بریم چون ما باید تو برهان خلف یه فرض داشته باشیم، یه حکم که خلاف حکم رو فرض کنیم و در واقع به خلاف فرض برسیم، ولی اینجا ما فرضی نداریم، فقط گفته اینو ثابت کنیم. پس این نوع اثبات ها میشه اثبات های بازگشتی. اولش چیکار میکنم؟ تو اولین حالتش میام یه ضرب در دو میکنم، اگه ضرب در دو بکنم میشه 3 به علاوه x2 به علاوه y2 به علاوه z2 بزرگتر مساوی 2x و 2y و 2z. خب حالا اینو دقت کنید بچه‌ها، این مثال بسیار کلیشه است، شما تو هر کتابی باز بکنی اینو میبینی، امتحان نهایی 100 بار میبینیش، این مثال کلیشه است. حالا چجوری حل میشه؟ میگم آقا بیا اینا رو به 3 دسته تقسیم کنیم که دارن با هم دیگه جمع میشن. به 3 دسته تقسیم کنیم. ببین یه x2 به این میدم، یه y2 به این میدم،
یه زد دو هم به این میدم. اون دو ایکس از اون طرف نامساوی میاد این طرف میشه منهای دو ایکس. دو ایگرگ میاد میشه منهای دو ایگرگ. دو زد میاد میشه منهای دو زد. این سه هم که اینجا میبینید تبدیلش میکنم به سه تا یک. یه یک میدم به این پرانتز، یه یک میدم به این پرانتز، یه یک هم میدم به این پرانتز. خودتون شاهد بودید من دو ایکس و دو ایگرگ و دو زد آوردم این طرف، اون طرف چی موند؟ هیچی، صفر. قبوله؟ حالا چی میبینیم؟ ما سه تا پرانتز میبینیم که هر سه تاشون اتحاد مربع دو جمله ایه. این هست. خب بچه ها سوال، الان این عبارت اول هر چیزی که توان زوج داره یه عبارت نامنفیه، یه نامنفی جمع شده با یه نامنفی دیگه، جمع شده با یه نامنفی دیگه، بنابراین بزرگتر از صفر. قبول دارید این چیزی که ما اینجا بهش رسیدیم یک گزاره همواره درسته؟ یعنی شما اگر مجموع سه تا عبارت نامنفیتون بزرگتر مساوی صفر باشه این گزاره همواره درسته. حالا دقت بکنید، چون این همواره درسته پس یعنی قبلیش درست بوده، پس این فلش دو طرفه میشه. چون این درست بوده یعنی قبلیش درست بوده، این درست بوده قبلیش، قبلیش و قبلیش، این فلش آخر به ما میگه پس اینم درسته. چون این درسته پس این هم درسته. حله؟ این میشه اثبات به روش بازگشتی. زیاد برای خودتون طول و تفسیرش ندید. تو اثبات به روش بازگشتی ما سعی میکنیم با استفاده از عبارتی که ثابت شدنش رو از ما خواسته به چیزی برسیم که همواره درسته. وقتی به همواره درست رسیدیم فلش‌ها رو دو طرفه می‌کنیم، میگیم آقا چون این همواره درسته پس اینم همواره درست بوده که ما رو به این رسونده. اوکیه؟ کسی از بچه‌ها اشکال داره؟ اینجا هم توضیحاتشو دادم، گفتم تصور کنید بدانیم پی اگر و تنها اگر کیو درست است و می‌خوایم ثابت کنیم پی درست است. درست شد؟ حالا اثبات میگم حالا اگه اثبات پی سخت باشه ولی اثبات کیو ساده‌تر باشه میتونیم کیو رو ثابت بکنیم و با توجه به اینکه میدونیم یه گزاره دو شرطی مثل پی اگر و تنها اگر کیو زمانی درسته که پی و کیو هم ارزش باشن. یادتونه اینجا گفتم دیگه، زمانی این درسته که یا جفتش درست یا جفتش نادرست باشه، در حالت هم ارزش بودنشون این درست میشه. که بدونیم همگی درستن یه گزاره دو شرطی داریم که این اتفاق براش میفته، پس از این روش استفاده میکنیم. کسی سوالی نداره که اشکار؟ بچه‌ها گفتن که اوکیه، میشه دوباره توضیح بدیم؟ یه بار دیگه توضیح میدم. ببینید بچه‌ها این مثالی که الان رو تخته دارید میبینید یک مثال کاملا کلیشه‌ای امتحان نهاییه. درست شد؟ هر سال تو امتحان نهایی هی تکرار میشه، حالا یا خرداد یا شهریور یا دی یا حتی بعضی مواقع تو هر ستاش هی داره تکرار میشه. پس به این مثال به عنوان یه مثال امتحان نهایی نگاه کنید که همیشه میاد. گفتم آقا تو حالت بندی های اثبات ما یه حالت بود که یه فرضی خودش بهمون داده بود که از اون فرض شروع میکردیم، حالت دوم فرض نمیداد، ما حالت همه حالت ها رو در نظر میگرفتیم سوال حل میکردیم، حالت بعدی اگر نمیتونستیم همه حالت ها رو در نظر بگیریم میرفتیم از برهان خلف استفاده میکردیم. حالت چهارمش میشه این که نه فرضی به شما داده که شما بخوای به تناقض برسی، نمیتونی همه حالت ها رو در نظر بگیری، هیچ چی تو دستت نیست، فقط یه عبارت میده میگه اینو ثابت بکنید. شما برای اثبات این عبارت باید شروع بکنی باهاش ور رفتن و تبدیلش بکنی به یک عبارت همواره درست. پس من اومدم اینو دو طرفش ضرب در دو کردم، دو ایکس و دو ایگرگ و دو زد رو بردم اون طرف، یه ایکس دو دادم به این پرانتز، ایگرگ دو به این پرانتز، زد دو به این پرانتز، یعنی سه دسته تقسیمشون کردم، دو ایکس و دو ایگرگ و دو زد رو تقسیم کردم، این سه رم تبدیل کردم به سه تا یک. ببین یه دونه این یک، یه دونه این یک، یه دونه هم این یک.
سه تا یک هم اینجا گذاشتم. حالا میگم هر کدوم از این پرانتزا مربع دو جمله ای هن. این سه تا مربع دو جمله ای رو اگه جمع بکنی بزرگتر مساوی صفرن. برابر این حاصل جمع سه تا عبارت نامنفی شده بزرگتر مساوی صفر، که این یه گزاره همواره درسته. چون این گزاره همواره درسته یعنی قبلیش درست بوده، یعنی قبلیش درست بوده، قبلی 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 میرسم به درست بودن این. خیلی کلیشه است، اصلا تنوع زیادی نداره. حالا مثلا این یکی نگاه کنید، میگه در اثبات نامساویه اگر x مثبت باشد آنگاه این x سوم به علاوه 3 x هم بزرگتر مساوی 2ه، به کدام رابطه بدیهی میرسیم؟ رابطه بدیهی یعنی همون همیشه درسته، یعنی اون چیزی که آخر بهش میرسیم. حالا اینجا رو نگاه کنید، 3 x هم به علاوه x سوم بزرگتر مساوی 2. از اونجایی که گفته x یه عدد مثبته، پس من دو طرف رو ضرب در 3x میکنم. اگه دو طرف رو ضرب در 3x بکنم ببینید چی میشه. این 3x سوم تبدیل میشه به 9، این x سوم تبدیل میشه به x 2، اون طرف هم میشه 6x. حالا همه رو میذارم یه طرف، میشه x 2 منهای 6x به علاوه 9 بزرگتر مساوی 0. این عبارت میشه x منهای 3 به توان 2 بزرگتر مساوی 0. خب این یه عبارت نامنفیه که همواره بزرگتر یا مساوی 0ه، پس این همون بدیهی ماست. میگه به چی رسیدید؟ به x منهای 3 به توان 2 بزرگتر مساوی 0. میام اینجا، دیدید بچه ها بازم کلیشه است، نگاه کن. گزینه 1 نوشتم اینجا که در این از این اثبات به خصوص در مورد نامساوی ها استفاده میشه. انقدر ادامه میدیم تا اون نامساوی ها رو تا به عبارت بدیهی برسیم. این از این. کسی اشکال نداره؟ اگه اشکال سوالی نپرسید. بله گزینه یک شد، آفرین بهشون. خیلی خوب میشد که ما کامنت ها رو میدیدیم. من یک کامنت ها رو صفحه میدیدم. بچه ها همه غرق درستن. خب اوکی، اگه اینقدر غرق درسن که هیچ. خب اوکی، حالا پایین هم یه توضیح دادم در مورد این گسسته. از اون گسکلن هندسه گسسته، از اون درسایی که یه لحظه نگاهی تخته نمی کنی یه بومه میبینی کلی فرم. دقیقا یه لحظه نگاه نمی کنی دفعه میبینی این چیزای اینستاگرام هست، یه دفعه مثلا من استاد دارم میفهمم، یه دفعه یه چرت میزنم یه تخته پر میشه، یه همچین حکمی داره. خب اوکی، دقت بکنید. باز اینجا یه جزوه یه سری توضیحات داده بودم راجع به اینکه این روش اثبات در واقع بازگشتی چرا درسته. من نمیدونم چقدر زمان داریم آقای کشکاف. چقدر زمان میخوایم؟ چقدر زمان داریم؟ میتونم تهش بین 2 تا 5 دقیقه. 2 تا 5 دقیقه. خب ما هم یه دونه رو حل بکنیم، خدافظی کنیم دیگه بس. خب اوکی بچه‌ها، میگه در کدام گزینه دو گزاره داده شده هم ارزند. دقت بکنید ببین، دو گزاره داده شده هم ارزند معنیش اینه که بشه بین این و این فلش دو طرفه گذاشت. کدومشون میشه این فلش دو طرفه رو براشون در نظر گرفت؟ هر کدوم این فلش دو طرفه رو بشه براشون در نظر گرفت، یعنی هم ارزند. خب سوال بچه ها، همه جاهایی که آ کوچیکتر از بیه، مربعش هم کوچیکتر از مربع بیه، اینجا نیاز داره بچه ها جواب بدن. آی کشکا گزینه 1 بچه ها سوال من جواب بدید، آیا هرگاه آ کوچکتر از بیه باشد مربع آ هم کوچکتر از مربع بیه؟ شما برای رد گزینه ها باید مثال نقض بیارید. ببین میتونید مثال نقض بیارید؟ مثال نقض بیارید. مثلا من اینجا به جای آ میذارم منهای 2 و به جای بی میذارم 1. حالا اینجا رو نگاه کنید، الان به ازای بی مساوی 1 و آ مساوی منهای 2 این گزاره درسته ولی این گزاره غلطه. این درسته ولی این غلطه. جایگذاری کنید بچه ها. الان منهای 2 و 1 رو بذارید، منهای 2 کوچکتر از 1 است
ولی مربع منهای دو که میشه 4 کوچکتر از مربع 1 که میشه 1 نیست. پس این درسته، این غلطه. پس این دوتا هم ارزش نیستن. دومی، آ و ب هر دو زوجند، آ ب عددی زوج است. سوال بچه ها، اگه ضرب دوتا عدد زوج باشه ما میتونیم نتیجه بگیریم هر دوتا عدد زوجه؟ جواب غلطه. قطعا غلطه. اگر دوتا عدد زوج باشه معنیش اینه که حداقل یکیش زوجه، یعنی میتونه آ زوج باشه ب فرد، یا ب زوج باشه آ فرد، یا آ و ب هر دو زوج. یعنی آ و ب هر دو زوج یکی از سه حالتیه که میتونه باشه. پس اینم درست نیست. حالا گزینه 3 میگه اگر آ به علاوه معکوسش بزرگتر مساوی 2 باشه، آیا آی منهای 1 به توان 2 بزرگتر مساوی 0؟ یعنی همیشه وقتی این هست اینم هست، یا وقتی این هست اون هست، آیا همیشه هم ارزشن؟ من میگم آقا بیا به جای آی عدد منفی در نظر بگیر، به جای آ شما بده مثلا منهای 2. اگر به آ بدی منهای 2 این میشه چی؟ میشه منهای 2 منهای 1 بزرگتر از به توان 2 بزرگتر از 0. خب این درست در میاد، ولی منهای 2 به علاوه معکوس منهای 2 بزرگتر از 2 نیست. پس این غلط در میاد. پس اینم رد شد. درست شد؟ اما گزینه 4، گزینه 4 میگه اگر مربع عددی کوچکتر یا مساوی 1 باشد، قطعا فاصله اون عدد تا مبدأ کمتر یا مساوی 1. این گزاره همواره درسته، یعنی این دوتا هم ارزشن. هر جایی شما اینو دیدید میتونید برش دارید اینو بذارید، یا هر جایی اینو دیدید میتونید برش دارید اینو بذارید. قبوله؟ پس به ازای همه مقادیر، به ازای x عضو r، این دوتا گزاره با هم هم ارزشن. یه نفر درست گفته بودیم چهار؟ غلطه رو خوب میوردن، یکی میگفتن غلطه، دیگه تا سه گرفت چهار رو نگفتن. آه خب اوکی. خب بچه ها ما درس 1 فصل 1 گسستتون رو تموم کردیم. الان ادامه جزوه‌مون میره توی در واقع بخش بخش پذیری در اعداد صحیح. اوکیه؟ که حالا قراره ایشالله هفته‌های بعدی بخونیمش. فقط یادتون باشه در واقع تستای این درس 1 به شدت متنوع، مثال نقض تو تستنیاش خیلی به درد میخوره، از مثال نقض خیلی استفاده بکنید، عدد گذاری خیلی به درد میخوره، از عدد گذاری خیلی استفاده بکنید. سعی بکنید تستای درس 1 فصل 1 گسسته رو حتما پاسخ بدید تا بتونید توی در واقع جلسه‌های بعدی با ما همراه باشید. این بخش یه جزیره است که خب سوالای خاص مربوط به خودشو داره، ولی امتحان نهاییش خیلی طبیعتاً در دانش آموزا شاید باعث رنج و زحمت باشه، چون خیلی ناملموسه بعضی مواقع. اینجا شرشو بکنید، یعنی سعی بکنید تمرین کتابو حل بکنید، تستای درس یکی از فصل یک رو حل بکنید که ایشالا بتونید برای جلسه بعدی با کلاسمون همراه باشید. به خدا میسپارمتون، سلامت باشین، خدا نگهدار. خب دوستان شما هم خسته نباشید، سلامت باشین. واسه نتایج کنکور حتا اومده، اینم بسیار عالی. آره کلی پیام دارم از بچه‌ها که باید برم الان جواباشون رو بدم و دادن و رفتن و دیگه هم تموم شد نمیگن، و حالا احتمالا ما بین بچه‌هامون پشت کنکوری هم داریم و انشالله که کنکور رو شاید باشن، چون که دیگه پشت کنکور باشن میخوام بمونن. البته میدونیم دیگه با توجه به روالی که انتخاب رشته داره، همه میدونن که با اون رتبه‌ای که داشتن چی قبول میشن. خیلی در واقع اتفاق شگفت‌انگیزی قرار نیست رقم بخوره، ولی امیدوارم که چیزی که دلشون میخواد قبول شه. بله قبول بشن ان شاءالله که موفق بشن. سلامت باشین. فردا هم کلاس ریاضی با استاد ترکیبی داریم، بچهای حالا ریاضی که حسابان رو باهاشون دارین، اگه دوستی هم دارین که تجربیه ریاضی تجربی، و جزء پرشده استادمون براتون توی کانال تلگرام میذاریم. لینک کانال تلگرام توی بیو اینستاگرام پیج هم نریز و شفیع هستش. اگه هم حالا نتونستین از اون طریق وارد بشین، از دور به 10000 تا صفحه بفرستین براتون، حالا هم لینک لایو ها، لینک آپارات ها، لینک حالا
کانال تلگرام و کلان اعتراضایی که ما باشن انجام میدیم از طریق همون عدد شماره که باشه دور میفرستن. خب امیدوارم که موفق باشین، دیگه زیاد وقتتون رو سلامت باشین و خدا نگهدار. استاد خدا نگهدار. بچه ها خدا نگهدار. نگران آیندتی، دلشوره داری تو هر حالتی، نمیدونی چی خوبه چی بد، نمیدونی چی کار باید کرد، مسیرت از سنگ پر می